یه مسابقه ما داشتیم توی اواخر مرداد بود فکر کنم، شمال مازندران، 4 بازیگر مرد، 4 بازیگر خانم، من و کامبیز دیرباز و هادی کاظمی و امیرحسین آرمان و خانم لیلا اوتادی و خانم سحر قریشی، سمان پاکدل و بهار افشاری. و در دو گروه داور هم آقای حمید گودرزی بودن. مسابقه جذابی بود، طراحی خیلی خوبی داشت، من تا حالا ندیده بودم این شکلی، بیشتر شبیه مسابقه‌ای بود که خارج ایران انجام میشه، از لول خیلی بالایی برخوردار بود. خیلی وقت گذاشته بودم برای طراحی مسابقه، من بیشتر فکر میکردم چیزای بدنی باشه، دیدم نه، ترکیبه، خیلی احتیاج به فکر داشت و تمرکز، خیلی کمتر اتفاقا احتیاج به کارهای بدنی داشت و پشت صحنه‌های خیلی خوبی داره کار. به هر حال ما چیز بوده فکر کنم 10 روز با هم بودیم، در سفر بودیم، بازی نکردیم و خودمونیم و من فکر میکنم که این چند تا DVD که بیاد بیرون، چون خودمون هستیم، تأثیر میذاره روی قضاوت‌های مردم. یعنی ما رو تا حالا این شکلی ندیدن اینقدر خودمون باشیم، کاملا ریالیتی بود، کاملا همه چیزش واقعی بود. ما دعوا میکردیم، چه میدونم غر میکردیم. بسیار جذابی بود، کاری بود پر از چالش و پر از خیلی، به نظرم خیلی کار خوبی، خیلی مسابقه خوبی بود و به غیر اینا کلی دوست، همه که به حال همکارا و دوستانم بودن، اما از همون جای بعدم به حال تو رفاقت رقابت رو هم دیدیم و این رقابت چیز جذابی بود، همکاری رو دیدیم. داور که به نفع نمیگیره، حالا اونو دیگه باید خود مردم تشخیص بدن. فکر کنم من اشتباه کردم، واسه تو ایهام داره، فکر کنم من اشتباه کردم. بندتون برادرتون ما یه گروهی داریم به نام دکور میوزیک. بعد برادرام هستن، حامد و توری، حالا یه سبک خاص جدیدی که برای خودشه، برای تیتراژ همین کارم گروه دکور خونده، اجرا کردم و با امید خدا ما مجوزش هم همه چی هم گرفته شده، تهیه شده، آماده است ان شاء الله. فیوژن نمیدونم حالا هر کی اسم ممکنه بذارم، خب سنتی پاپ میشه گفت، سنتی راک میشه گفت، بیشتر ما دنبال یک شاخصه هستیم تو موزیکامون، نه چیزایی تکراری. حتی خب حالا امیدوارم موفق شده. آقای صدری چه شد که اصلا خیلی کوتاه بگین که ایده چه کسی بود که 13 شمالی شکل بگیرد؟ خب یه جمعی از دوستان، یه جمعی از نویسنده ها، این دوای تیم نویسنده ما داشتیم برای این کار. اما که ایده چی شد که شکل بگیره، خب جنس دنیای مدرن همینه، یعنی جنس تکنولوژی اینه که آدم ها رو به سمت تنهایی و به سمت افسردگی میبره. ایده اولی این بود که یه حرکتی شکل بگیره در مقابل این حرکت، یعنی به جای تنهایی به سمت دور هم بودن، شاد بودن و انرژی داشتن بری. از اون طرف به هر حال ژانر ریالیتی شو یه ژانر جدیه که توی دنیا جای خودش پیدا کرده، اما تو ایران هنوز خیلی جای کار داره. تو کارهای سینمایی تو این ژانر چیزایی که مواردی که ساخته شده در واقع خیلی ریالیتی نیست، بیشتر میشه گفت فانتزی شوه. یعنی ما کارهای مشابه سینمایی داشتیم، اما اینکه بخواد ریالیتی باشه، ریال باشه و اون چیزی که عین واقعیت منتقل شه، معمولا سناریوهای پشت سرش بوده که این سناریوها شکل میداده کار رو. خیلی موقع ها مثلا به عمد ظاهرش این بوده که پیش بینی نشده است، اما خب پیش بینی شده کاملا. ولی برای شما کاملا ما بوده. نه تنها بازیگرامون بلکه خود عوامل هم ریالیتی بودن، یعنی خیلی جاها سناریوی ما با توجه به شرایط رفت جلو، اصلا ما خیلی جاها میبینیم خلاف جهت سناریو داره. یعنی سناریو منظورم بازیایی که طراحی کرده بودیم، این اصلا بازی داره عوض میشه، گفتیم بچه جلوشو نگیریم، بذاریم بازی خودشو پیدا بکنه. یعنی ما هم با اون بازی ها، با اون اتفاقا ما هم خودمون حرکت میکردیم. این طبیعتا ما از قبل بازی ها رو طراحی کرده بودیم
اما اتفاقات رو طراحی نکرده بودیم. اتفاقات کاملا طبیعی افتاد، حتی خودمون هم تسلیم اتفاقات بودیم، باهاش می‌رفتیم جلو. حتی محمد رضا هدایتی خیلی آروم هم که خیلی آرومه، یعنی شما محمد رضا یه جاهای شاکی بود، میگفت حالا باید ببینیم، من نمیخوام رو بدم، ولی محمد رضا هم فکر کنه عصبانی میشه و دعوا میکرد. داشتین کسی قهر کنه؟ بله بله. کی؟ یکی از خانومای تیم قهر کرد و رفت. اون هم کلن خداحافظی کرد با مسابقه؟ نه خداحافظی نکرد، قهر کرد و اعتقادش این بود که حقش بوده به فینال برسه و تیم داوری در واقع ناداوری کرده. حتی این دوستان هم که قهر کرد رفت بسیار زحمت کشید، واقعا انتخاب واسه ما. به شما لطمه ای زد قهر کردنش یا نه دیگه حذف شده بود؟ ریالیتی جنسش هم نه، ما حتی واسه تیم حذف شده ها هم یه مسابقه گذاشتیم. اون حالا هم اون شانس رو از دست داد. آره از دست داد. جایزه حذف شده ها چی بود؟ یه خودرو. برنده خودرو. چی؟ خودرو چی بود؟ که الان تو پارکینگ یه خودرو مال خودروسازان وی 5 مال خودروسازان رایان. که آره ولی خب به حال این که میگه ضربه زد ریالیتی شوه، یعنی جنس ریالیتی همینه، من اینو واقعا ضربه حساب نمی کنم. یعنی این اتفاقاست که یه فیلم ریالیتی رو با یه فیلم غیر ریالیتی که دکوپاش داره، سناریو داره، هزاران دفعه کات داره، تفاوتش همین اتفاقاست دیگه. ما تو اون آیتم یه بازی خونه روستایی داشتیم، یه آیتمو شیر دوشیدن بود، یعنی از گاو بعد شیر میدوشیدن. بچه‌ها سر اینکه این گاو من بزرگتره، گاو تو کوچیک‌تره، با هم دعوا می‌کردن. این دعوا هست، یعنی مثلا میگم این گاوه تو راحت مثلا سینه های بزرگی داشت، راحت میشد شیر دوشید، مال من سینه هاش کوچیک بود نمیشد شیر دوشید. مثلا این دعوا میکنن. حالا تو فیلم ما گذاشتیم، چیزی نیست که برداشته باشیم، چون همه رو گذاشتیم. جایزه برنده رو دادیم بهش، تموم شده یا نه هنوز؟ الان امروز گذاشته رو نمایی. کجاست ویله میخواین؟ نوشهر. چند متره؟ چه جوریه؟ یه ذره اطلاعات میدین؟ خوبه دیگه، ما بازیگرا همینجوری که دوست ندارن قراردادشون معلوم بشه، ما هم آره ولی قابل قبوله. چرا تو سکوت خبری اینقدر کار رفت جلو؟ اصلا هیچ کسی هیچ حرفی نزد؟ برای ریالیتی اصلا این کار انقدی حاشیه داره که ما دیگه از حواشی چیز دیگه نخواهیم. چیه حاشیه؟ خب همین بحثایی که تو خودم در واقع قهرای بچه ها، آشتی های بچه ها، دعوا ها، همین ها. الان بچه ها همین الان میبینن میخندن به اون اتفاقات، اما اون موقع خیلی داغ بود. یکی از کارهای جدی که ما کردیم مثلا اعتقاد به این داشتیم که هیچ جای کارمون لاکچری نباشه، یعنی با شرایط اقتصادی امروز جامعه اومدیم ساده بودن رو ترویج دادیم و اینو تو کار ما میبینیم. اومدیم فرهنگ روستایی رو تقدیر کردیم، یعنی انقدر قشنگ نشون دادیم که یه فرد روستایی، یه جوان روستایی احساس نکنه واو مثلا شهر چقدر لاکچریه و ما چقدر فاصله. واقعا میبینه خوشتون میاد، مثلا دلش میخواد بره تو روستا زندگی کنه. خب این کارهای جدی، هدفهای جدی بود که ما گذاشتیم. هدف گذاری فرهنگیمون هرچند داد نمیزنیم اعلام نمیکنیم، اما تیکه به تیکهش خیلی جدی وجود داره. یا مثلا ما یه روز مسابقمون دیزاین دوتا کلبه بود با ساده ترین وسایل، یعنی یه مزایده گذاشتیم، بچه ها کنف، چوب. فکر کنم این قسمت که آقایون اصلا کلن هیچ امتیازی نگرفتن دیزاین. اتفاقا خیلی رقابت نزدیک بود، میبینی حالا، یعنی واقعا داور ما، آرشیتکت ما که داور بود، ما تنها مسابقه کیفیمون لحاظ انتخاب همین بود و مونده بود، یعنی شورا تشکیل. من نمیتونم بین این دوتا داوری کنم، انقدر هر دوتا خوب بودن، ولی با وسایل ساده. خب ما هدف این بود بگیم اگه میخوای خونت و زندگی تو بهتر کنی، لازم نیست بری 40 میلیون تومن مبل بخری گوشه خونت بذاری، با 300 400 هزار تومن یه ذره سلیقه یا اتفاقی خیلی خوبی میتونه بیفته. ما از دفتر حاج حسین فرابخش زنگ زدم به ما، با حاجی رفاقت فکر کنم الان 13 14 ساله شده داری و جزو شریفترین آدم های سینماست، یعنی از نظر اخلاقی، حساب کتابی، همه جوره جزو آدم هاییه که چی میگن؟ دنیاشو به آخرتش آره نفروخته و خدام بهش برکت داده، ایشالله که همین جوری بیشتر هم بکنه. و خب معرفی شدیم به این پروژه، پرسیدیم چی هست چی نیست، شکل و فرمش رو، چون قبلا ساخته نشده بود، اولین ریالیتی شو ایران، آره در این ابعاد و با این مثلا دکور و هزینه و این چیزا نبود و با این کس پرسیدیم و واردش شدیم و خیلی حال کردیم. مسابقه یعنی تجربه خوبی بود، تجربه خوبی بود، همکار چیز داشتیم و واقعا هم چالشی شد.
قشنگ چالشی شد. جایزه هم که گذاشته بودن خوب بود، جایزه خوبی بود و یعنی قشنگ براتون مهم بود واقعا برندشین، یعنی اصلا بله برای من که خیلی مهم بود. من واقعا توی یه مرحله‌ای یه مراحلی گفتم من واقعا این همه جلوی دوربین رفتم اصلا 10% اینی که الان استرس دارم استرس نداشتم، خیلی هیجان بالا بود، مخصوصا جلوتر که رفتیم و اینا خیلی هیجانش خوب بود. بعد دیگه اینجوری بودین که مثلا بگیم که ما 4 نفر که آقاییم ماها ببریم که خانوما نبرن، خیلی زایه است که مثلا یعنی بینتون این حرفا رو می‌زدین شما 4 تا؟ نه ما خیلی این که حالا تبعیض جنسیتی بخوایم قائل بشیم واقعا قائل نبودیم و اینکه خب جنس مسابقه هم یه جوری بود که اونقدری مرد یا زن بودن تأثیر نداشت تو اینکه شما ببری یا نتونی ببری. چرا مراحلی بود که نیاز به توانایی فیزیکی داشت، ولی توانایی فیزیکی در حد نرمال، در حد مثلا دمت گرم و اینجوری. نه در اون حد که مثلا سخت رو بخوای بگیری بری بالا اینا، نه یه اونجوری بود که من همون موقع اول میشدم چه کوری. یه مسابقه خیلی خوب که فکر میکنم که امیدوارم که بازخورد خوبی داشته باشه، مردم دوستش داشته باشن، چون کاملا میگم مسابقه ایه که میگم که نگفتم، یعنی مسابقه به شدت خوب، پشش فکر کاملا عمیق بود این مسابقه و سخت بود و چون اوایلش من خودم احساس میکنم اینقدر مسابقه جدی باشه نه جایزه رو از همون روز اول میده. آره واقعا اون انگیزم بود، ولی دوست داشتم فینالیست باشم، حالا اینکه ببرم و اینا ببین مگه میشه اصلا کسی دوست نشته باشه که این اتفاق، بالاخره جایزه قابل توجهی بود، ولی دوستش داشتم، دوست داشتم که به فینال برسم و ببرم و اون اتفاق بیفته. همین که بودم تو مسابقه و اینکه این اتفاق افتاد که کنار بچه‌ها گروه ببین همین که تیم ورک بودیم و کار گروهی کردیم اینجوری بود، خیلی بود، یعنی رقابت نبود. چرا مگه میشه اصلا رقابت نبوده باشه؟ 100% رقابت بود، ولی رقابتمون سالم. حالا تو گروه آقایون رو من میدیدم واقعا همین بود، تو گروه خانوما واقعا همین بود، یعنی همه داشتیم کنار هم دیگه تلاش میکردیم از یه مرحله به بعد که همه با هم پر انرژی با هر آنچه پتانسیل داریم تمام تلاشمون رو میکردیم که مسابقه رو انجام بدیم، با هم فکری با هم ایده بودنمون. حالا سلیقه هامون مسلما متفاوت بود، ولی مسلما اون سلیقه هم یه جایی درست میشد و سلیقه خورشی که خیلی راحت هست دو تا خانم دیگه، چون خیلی با هم دوست. آره دیگه خب من سحر از دیگه اولین کارمون رو با هم بودیم دیگه، قدمت دوستی داریم با هم دیگه و اینکه ولی نه با بهاره و لیلا من با بهاره کار نکرده بودم، ولی کسی بود که میشناختم و دوستم بود و با هم حالا توی برنامه‌های مختلف و اینو معاشرت کرده بودیم. لیلا جونو نه با لیلا کار نکرده بودم، ولی خیلی ارتباط خوبی هم اونجا باش برقرار، حالا امیدوارم اونم دقیقاً مثل من باشه و با هم انرژی که من کنارش بودم اونم. بعد واقعاً ریالیتی شو بود. آره. قشنگ همه شما خود هیچ کسی رول بازی نمی‌کنه خودتون. ببین بقیه رو نمیدونم، من راجع به خودم واقعاً حالا سی دی میاد بیرون معلوم میشه. من راجع به خودم میتونم بگم که واقعاً همین بود. ببین من شاید اصلا یه جایی کاملاً یه ذرم مثلا خب ناراحت میشدم بابت باختم، گریه میکردم، یا حالم موقعی این که میبردیم خیلی شادی های زیادی داشتم، ولی میگم ما باید فکر میکنم حالا ایشالله برای سیزن بعدیشون که بخوان این کار بود دو تا خانم دو تا آقا بذارن، نه اینکه 4 تا خانم 4 تا آقا. چرا؟ ببین یه جاهایی کاملا قدرت و مچ دست میخواست، دویدنهای خیلی که ببین من خودم ورزش میکنم سالها، یعنی 3-4 سال لاغر دارم ورزش میکنم، من فیتنس و شنا و ولی همه اینا تفریحه ها، ولی خب بدنسازیمو تقریبا میشه گفتش که همیشه گست به غیر از اینکه مگه اینکه بخوام سر کار باشم، ولی صادقانه این بود که فکر میکنم اگه 2 تا پسرم بودن با ما و 2 تا دختر شک نکن برابر این گروه ها میکشیدم میومدم. اینجوری بود که یه جایی مثلا شما خانوما بگین که ما باید این قسمت مثلا ما برندشون آره. بخاطر که آره. ما خانوما آره.
آره اصلا ببینی متوجه میشه. آره یه جایی اصلا شب قبل برنامه ریزی میکردیم، میگفتیم امروز ما باید ببریم، یعنی امشب فردا باید مال ما باشه، فردا ما باید با خوشحالی برگردیم هتل و کنار هم دیگه قرار بگیریم و شادی کنیم. موقعی که بتونیم پیشنهاد شد ریسک نداشت؟ مثلا بگین که خب این یه ریالیتی شوه، شاید آدم خود واقعی منو ببینن تا حالا ندیدن. صادقانه جذابیتی که برام داشت اتفاقا همینش بود که خب ما همیشه نقش بازی میکنیم، ولی دوست داشتم یه جایی یه کارکتری از حالا به شخص من اینجوری بودم، خوشم اومد از اینکه وقتی بهم گفتن که کار اینه و قراره این اتفاق توشه و کاملا دوربینا همه جا روشنه، گریه کنی، بخندی، خوشحال بشی، بپری بالا، بیای پایین و عصبانی بشی، احساس کردم یه جایی خود واقعی من باید باشه. بعد اینجوری بود که در واقع یه جاهایی خانم ها مثلا میکاپی نداشته باشن؟ 100%. اصلا ما گریمور نداشتیم. ببین روز اول خب هممون زوم زده بودیم بابت همه یه میکاپی کردیم و رفتیم جلوی دوربین و انقدر عرق ریختیم ما و انقدر دیدیم گرمه افردا همه عینکا اونو میزدیم بدون آرایش و بدون میکاپ.